در تهران متولد شدم، در سنگلک پارک شهر فعلی. خونمونم سر کوچه حمام خورشید بود. چه تاریخی؟ تاریخشو دقیق یادم نیست. 4/6/1313. بله، در کودکی بودید. حالا اون شد یا خودتون بودید. و از اونجا موقعی که رضا شاه اونجا رو خراب کرد و پارک شد اینجا، ما رفتیم در خونگاه در بوزر جمهری. یه مدتی هم اونجا نشستیم. بعد پدرم یک منزلی در امیریه تهیه کرد که ما رفتیم. تا موقعی که ایشان زنده بود و مادرم بود اونجا زندگی میکردیم. قبل از این منزل پدرم زندگی میکردیم که اونجا مادرم به من میگفت که شما از بچگی من از این کوزه های گلی رو پوست میکشیدم. شما اون موقع در همون حالت بچگی بود، اون موقع حیاتا بزرگ بود، دور حیات میدویدی، این کوزه را میگرفتی زیر بغلت، هی میزدی طلب طلب روش، اینو میخوندی آی دیمه دیمه. حالا من خود معنی دیمه رو نمیدونم چیه، ولی حالا میخوندم آی دیمه دیمه آی دیمه دیمه. این در وجود من ذاتن بوده، ولی خود خانواده‌ام با این کار مخالف بودن، مذهبی هم بر این. بعد از اون که مدت‌ها گذشت، در سن نوجوانی بود که استاد ترنی با دایی‌های من دوست بود. ترنی شما یه مادرتون براتون یه تنبک رو خرید؟ یه تنبکمون از این ضربای حلبی بود، یادم چیز اون یادم نیست، حالا اینو نمیدونم تو کجا بودی. اینو یادم شاید هم گفته باشم، حالا یادم نیست، ولی مادرم این کارو میکرد. بابا چی که نمازخون بود و مؤمن بود، ولی دوست داشت من این کارو بکنم، ولی کسانی دیگه نه. الان همین الان در حال حاضرم خواهر من منزل من نمیاد به خاطر همین ظرف. من اینو خودم یادمه که مادرم من موقعی که میخواستم برم پلو استاد، مادرم تو محل به خود خدا قسم ضربو میگیره زیر چادرش، میومد تا سر امیریه. بعد من سوار تاکسی میشدم کسی نبینه من بچه فلانی مثلا ضرب میزنه. یعنی اینقدر گرفتاری بوده، اینقدر موسیقی از نظر توده مردم چیز بوده. ولی خب دیگه بعدا یواش الحمدلله که حالا همه عاشقن که بچه‌هاشون ساز بزنن و الهی شده. دبستان رازی رفتیم. دبستان رازی رفتم. دبستان پیرنیا رفتم. ازم به حضورت. بعد از این جریان عرض کردم که در نوجوانیم که آقای تهرانی با دایی من آشنا بود، وسیله‌ای که این کار در این راه من افتادم تو این خط همین بود که من خدمت این دوتا بزرگوار رسیدم. که اون موقع آقای تهرانی هفته یه روز گاهی وقتی میمدم پلو دایم، اتفاقا اون روز که با هم بودن منم اونجا بودم. بعد اصولا دایی نسبت به نوش بچه خواهرش بالاخره یه محبتی داره. اون موقع که آقای تهرانی حالش خوب بوده، اونشون هم حالش خوب بود، منم گوشه نشسته بچه ها با ادب نشسته بودم، آقای گرگینزاده که دایی من باشه به استاد گفتن که این خارزاده ما یه طلب تروپی میکنه، استاد میشه شما گوش کنی؟ خب بله. ما اونجا خونش ضربم بود، ما یه چیزی زدیم، یعنی نه ضرب نه تر داشتم که میلرزید بزنم،
یه طلب طلبی کردم، بعد خود استاد من یه امتحان کرد. همون روز تا امتحانم کرد شماره تلفنش رو به من داد، گفت شما با من تماسیم، چون ما تماس گرفتیم هنوز هم در تماسیم، بعد 50 سال هنوز در تماس. من عکس پدرم دم داره تو اتاقم، ولی عکس استادمون بالاست. از بزرگی پرسیدن که پدرتو بیشتر دوست داری یا استادتو؟ گفت استادم. گفت چرا؟ این فرزانه جواب داد که برای اینکه استادم منو از عالم خاک برد با عالم بالا، ولی پدرم من از عالم بالا برد با عالم خاک. یعنی اینقدر مقام استاد مقامیست که واقعا باید براش احترام قائل شد. انشالله که ما تا اون حدی که معرفت داشتیم و تونستیم انجام دادیم و از ما راضی بود الحمدلله. مدتی شما کلارینت می‌زدید؟ آها بله. وقتی که این ساز شروع کردم زدن، دیدم احتیاج به معلومات موسیقی بیشتر دارم، چون در این ساز زد اون چی که آدم تعلیم می‌بینه فقط ریتم یا شعر شناسیه که اونم بستگی به استادش داره که در چه حدی است، ولی اطلاعات موسیقی باعث انسان ساز بزنه تا آشنا بشه به فرمول موسیقی، نمیدن نوشتن موسیقی، نوت نویسی موسیقی، چون واسه نوت نویسی اینه در موسیقی بهش میگن دیکته موسیقی. اینو واسه آدم وقتی یه چیزی میخواد بخونه بزنه واسه بتونه دیکته کنه، بتونه نوتشو بنویسه. بنابراین من دیدم احتیاج دارم، چون یه چیزایی میخواستم بنویسم که بعداً هم نوشتم، احتیاج داشتم که ساز بزنم. که 8 سال رفتم پلو آقای قریب در کنسرواتوار موسیقی تهران که ایشون اون موقع رئیس بودن. راست کی معرفی کرد؟ خودم رفتم، چون میدونستم اون معاون ادارمون هم بود، آخه اون آقای قریب هم اونجا رئیس بود، هم معاون آقای روحانی بود در هنرهای زیبا. سنتون چقدر بود که رفتم پیش آقای قریب؟ من دقیق جوانی بود، جوان بودم دیگه، فرض کن 20 سال. بله در این مدودا بود، جوان بودم، جونو کار کردن داشتم، یعنی ضرب و یاد گرفته بودم. بله تدریس میکردم و درس میدادم ضرب. بله چون بعد احتیاج به نوشتن داشتم، دیدم این جواب نمیده به من، رفتم دنبال استاد. که 8 سال اون سازو وقت که زدم، خود آقای قریب که رئیس هنرستان بود به من گفت شما بیا برو در ارکستر سمفونیک بزن. گفتم آقای قریب من نمیخوام، من این سازو دوست دارم. اونم برای این زدم که یه خود معلومات موسیقی پیدا کنم برای چیز نوشتن این چیز. یه مدت هم هنرستان امیرجاهد. بله عرض می‌کنم. اصلا دوره‌ای که من با آقای پایور آشنا شدم همین موقع دوره آقای امیر من بودم. آقای شفیعیان بود. آقای خسروی بود، خسروی ویالون بود. یه دو سه تا دیگه هم بودن که اونا از این راه رفتن، از این کار رفتن بیرون. اون موقع ارکستری تشکیل داده بودیم که هم در هنرستان امیرجاهد ارکستری بود که آقای پایور اونجا سرپرستش بود. بعد از اون که اونجا کار کردیم، بعد آقای تهرانی من معرفی کرد به هنرهای زیبا. بعد اونجا با ارکستر آقای نصرت الله گلپایگانی من با ارکستر شروع کردم به کار کردن. همونجا آقای تهرانی وقتی کار من رو دید و کار کردن، هم اونجا درس دادم، هم هنرستان امیرجاهد درس میدادم جای آقای تهرانی، هم من معرفی کرد به هنرستان آقای دهلوی که اونجا هم درس میدادم. بعد حضور مبارکیت که اونجا دختران پسرانه بود که
اون شاگردایی که در اون زمان بودن که عرض کرده هم آقای علیزاده و آقای روشنروان، آقای اسماعیلی تهرانی، اسماعیلی واسطی، علی رهبری و حسین افتاده، مینای افتاده، زهرای رهبری، خیلی ها هستن که عکسشون تو کتاب ضربم هست. چه سالی بود؟ چند سالتون؟ جوان بودم. چند سالتون؟ تقریبا 23 سالتون. جوان بودم خلاصه. سه تا پسر دارم. این شاخش انشاد کرم مولا. همشون الحمدلله زندگی دارن. یه دختر دارم. اونم زندگی داره. با همین پوست. با همین زندگیشون کرم علی تعمیل کردم. با همین پوست. اونا چی خوندن؟ اونا الان دوتشون کار آزاد میکنن، دخترم هنرستان بود، چهار که دیگه نرفت. یه پسرم هم موزیسین یعنی ویالونسل ارکستر سمفونیکه، اول ویالون اول ارکستر سمفونیکه تهران به نام مجید اسماعیلی. الان برنامه روزانه‌تون چیه؟ برنامه روزانه ازم حضورتون صبح بلند میشم، بعد نماز که نماز ها میخونم بلند میشم، برای خانومم آب میوه میگیرم، برای خودم هم میگیرم، بعد از اون چایمو میخورم، حالشو داشته باشم تا قبل از ظهر یه ساعتی کار میکنم، ضرب میزنم. بعد از اون شعر انتخاب میکنم، کار انتخاب میکنم که کار بعد از ظهر دارم، میخوام برم به شاگرد عرضه کنم، یه چیزی پیشبینی کرده باشم که شاگرد علف نباشه، وقتش تلف نشه، برای مردم کار روزانه من همینه. موسیقی در روش زندگیتون چه تاثیری گذاشته؟ خیلی. به نظر من موسیقی میتونه آدم به خدا ببره. این صدای خوب میمونه، این خوشگلی میمونه و هر کسی نمیده. ریتم هم همینطوره. الان شاگرد میاد حتی اینو میزنه نمیتونه حس کنه، ولی شاگرد میاد تا اینو میزنه حس میکنه. اون خدا بهش این حالت میده، این ریتم یا موسیقی رو. اون حالت حالتی عرفانی به نظر این غیر هر چی میگن هر کی داره هر پر قنداق داره. تحصیلی نیست.